غريب. آقا ميكي خل قز خل حش حذر حال. يا بياضة نونا بك بياض بدا بني ورطان باما هاتي باحترين يلا وشان ينزاني وريم شينا دومات قريتي ينزار ودامتو آردات نونا قوركو قردشكو بابا قوركو لا إله إلا الله جو تا دیگه نون دیگه خورد. سلام قربان. سلام علیکم. خوش آمدید. سوپ غیر بو یواش بابا. قربان تو برم یواش برات. خانه خراب کله پاچرن نخورد دست ما رو خورد کرد. کله پاچی چه قدرتی داره. من جواب این مشتری را کی میدین آقا میگه چه نمیاد آقا بابا. خیلی خوش اومدین. قربونتون قربونتون. الان چه تمتون سیر میشه. خورد کن نه واسه نونه تا خورد کن بابا بابا خورد کن بابا چی شد این اغنه سپه؟ بابا جواله بابا دادا چی شد؟ سرسابی دل درد گرسی پس کنین آقا بچی؟ نه حوصله کن نونه تا خورد کن بردره چرا میکشی؟ خفه چش میخوام لوج خانوادگی رو دایر بکنم به من مربوطی نیست ولی یادت دیروز سر همین لوج خانوادگی زری چه قشقرقی سر آقا بچی در آورد خدایا آخه ما چه گناهی کردیم که جماعت زنانه نباید این منزل بیاد مگه ما دلیل نداریم اصلا تو با من چی میگی؟ تو چی کاری داری با من حرف میزنی؟ آخه چی کاری؟ برو کشو بابا چی شد این آقا بچی؟ ما چه ضبط کردیم؟ اونه تا خورد بابا بابا جان نشه داره بردیم پس چی شد ما چه مردیم از خوش نگیم نراحت نباش قربان یه قدر نه خورد بکن الان آقا میکی میاد یه قربان تو یه نادر شده که داره دیگه باید آقا میکی باید یه نادر سره تو بی سلوات بفرستین بر محمد آل محمد سلوات دلکون دیگه باید الله محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم اوستا کریم به امید تو آقا میتی جون آقا میتی تا وله ایچ اینجا خودم رو بهت نشون بدم نگاه میپسندی؟ ها؟ دختر موهاتو چرا کوتاه کردی؟ حیفت نایمد موهای به اون خوش کردی رو ببین آقا میتی بیخوری تو زاغم نزنم مود روزه مود گوگوشیه خیلی خوب برو خونه بذار برم به کارم برسم خداحافظ قربون تو راستش آقا میتی صد دفعه گفتم بازم میگم لوج خانوادگی بی لوج خانوادگی زن جماعت نباید تو دکونه تو بیاد خیلی خوب دختر میذاری برم به کارم برسم یا نه آره حالا برو الله اکبر دوستش دارم خاطر خوش بابا مرد من گرا شدی رود بازاقه کوچکت خورده بجا میبینم نخه سرتو زور شد مثل این که باید اینجا رو به هم ریم باید چرا ما اصلی بلند شیم دیگه حسنی آقا مهتین نایمد الان اوضاع شلوغ میشه یه کاری بکن تو خفه شا اتار خودمون در دیگه باک کنی نه نه تو خورد کن قربان عصبانی نشو برای اینکه فشار خون جنوالی بالا میره چندشو داره بردین؟ نفهمیدم زیر سینی من از دیدی؟ میزنم پدرت هم در میارم بازم ببینم اگر مردی بازم ببینم چشم آقا مایتی رو دور دیدی؟ شهر درست نکن سر به سر مشتری نداره آقا داره با من میگد من میزنم من میخوام ببینم این چجوری میزنه بازم ببینم آقا شما بزن 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 یه بزن دی برر میگه من میزنم آقا بزن یه بزن یه نامت بزن دی بزن دی برر مثلا نگه بزنم چه تو میشه یه بزن تا ببینی چه تو میشه بی هوا زد نامت زدی؟ نه بابا نزد خفشو بی پدر مادر توی گوش من زد اون وقت تو داری میگی نزد؟ زده ولی حالا خیال کن نزده شهر رو تم کن بسیار خوب درست بایستا نزدم چه نسم بخونه بری به کارش چه قربان بوسا بیا خفه میشه پادرتا بابا سر صحبی سالوات دفتسید
حسنی بلش کن. آقا میتی جان من ول کردم این مرده که منو ول نمیکنه اینو کنه کس میده. ول کن جونم شهر را ننداز. اگه ول نکنم چه تو میشه؟ خواهش میکنم خواهش. جون من بلش کن. ول نمیکنم باید یه دفعه واسه همیشه میخوام تو این مغازه بکوبم تا بفهمم. جون من. آقایون ببخشینا با اجازه بزرگترا. آقا میتی. بله. کله میخوام. بفرما. یلا فهمیدین علاقه بزنین که تو میشه؟ نفس کش کی بود؟ کی نفس میکشه جوره تلر بزنه؟ پس برین سر جاتم بشینید؟ برین بشینید نه ده کلیت کنین تا قذره بیارید برین این میزم از وسط بردر به شر بیسته بردر این بینید آیا هم بفرمایی سر جاتم بشینید بفرمایی بنازم به خدا بردر اون کنر بیباتو ها میبخشینا ما چاکر همه آقایون خوبم هستیم بفرمایید آدم های پر رو باید روشون رو کم کرد ولی به علی مخلص همه شما هستیم و فرمی و فرمی خواهش میکنم خوش باشید بر جمال محمد آل محمد سلام خب اندازه داره راست میگه راست میگه صابونه کله پاچه خیلی مزه داره راست میگه راست میگه اگه هی کردی نونا رو خورد و تو کاسر رو پر راست میگه راست میگه آقا میتی حالا آب گوش میریزه روش رو بخور راست میگه راست میگه آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی بگیر کاسه رو به دستم زبونم دو سه تا مفتم یه دونه بده زودتر بشم روونه یه خونه این پاچه ها سفیده نوشه جون کن نه به دون صاحب نکون کن کل پاچه خوشمزه تر کجاشه لذت اون میون پاچه هاشه زبون پربا رو ببین لپا با لپا با لپا با لپا با لپای آقا رو ببین پشم رو ببین موش رو ببین چله این لاشردار رو ببین دست رو ببین دهن رو ببین دخون و بخورها رو ببین کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست آقا میتی کله پر کله هاش هست داره هست خب حالا دیگه موقع پول جمع کردن است بله من اینجا و نه خیر دختر خانمی به این نام جز مسافرین امروز ما در آمریکا نبوده چطور ممکنه؟ خودش تلگراف زده که امروز وارد ایران میشه خب عزیزم ممکنه با پرواز فردا باز به من گفتی اوستا مگه اینجا سر همومه اسم من مهدیه آقا مهدی بابا شیرین
آقا میتین میگم که تکلیفی لوچ خانوادگی چی میشه؟ لا اله الا الله، لوچ خانوادگی بی لوچ خانوادگی. میخوای دوباره باز ما رو گرفتار زری کنی؟ بیا چه حساب بر سر میز به تو ببینم. تکلیف ما چیه؟ ما هم دیم بریم همه چی بیم کلو؟ آقا آیا آبجی با شما هستم؟ ای با خاچه آلم گنده با کسی بیدا بین قشنگی رو نمیبینیم مردم. خیلی ببخشین عوضی گرفتم، پس شما مرد هستی؟ بله پس آخه ما تو این دکون حق نداریم زن را بدیم. ببرمین الله و اکبر، عجب دور و زمونه این شده. باباشید همشیره جنابالی زنانه هستین یا مردانه؟ ای با خاک عالم، مگه کوری پس این سیبیلا چیه؟ معذرت میخوام با شما سخو، من عوضی گرفتم. بفرمایید قربان، بفرمایید یارو، بفرمایید تیلیت کن جلل خالی، دوره آخر زمانه. خدا خدا جان، مال ما نامن گرفتن آقا اینجا از قربان اون هیکل تو برم بیا اینجا کاری. کجا؟ خفشو بی پدر مادر. باشه ناموسی نداریم تو خفشو حرف نزن. بریم عزیز دل کجا هستی؟ بلا پیدا نیم کجا هستی؟ آی حسنی میخوا چی کار کنی؟ اونو واسه واچاری ببندش. چشم قربان، چشم بستمش. خب یه ببینم بلا گرفت تو کجا هستی؟ چی میخوای؟ یه زبان کاربرد تو چشم یه خود بنایی. چشم یک زبانی بدم غیر زبان خودت نمکی، یک دوتا چشم بدم این چشمای من شهلا. بیا ببین، بیا این قبری من تو اینجا وایسته تا من برگردم. ای اسمال کچن، تا من برمیگردم امانت دست تو سپرده. خاطر جمع بارسه. وای با حال تو اگه بخوای چراغ مرغ بزنی. نه تو بمیر با همین گلدن و مخ تو رو حواست جمع. الهی چه اسمایل قربونه تو بره. آخه ما حق نداریم زن تو این دکون راه بدیم. آقا مهدی جان با جان تو یک مقدار زیادی زنانه به خاطر من میاد اینجا، ولی همه دارن پرت و پلا میشن. دی میخوام 70 سال سیاه به هوای تو مشتری نیاد. برو زودتر ردش کن، ممکنه یهو زری پیداش بشه. بگی ببینم چش، ولی خیلی دختر خوبی. برو سننا با جان همیشه 12 تومن. او 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 آقا چشمت در بیش کن. بگی بابا بیا عزیز دلم، بیا قربان تو برم پولشم حساب کردم خودم. آخه دین نداره بلا گرفته، خودم حساب کردم تمام شد. قربان تو شب دم سینما یادت نره حتما تو رو ببینم. بلا گرفته دماغ رفت چیه کور شده؟ نمیتونی ببینی یکی در عاشق من میشد؟ ها پولش بازم به حساب من. حساب این برجت پر شده. خوابشو میزنم توی کله تا با تو چی مربوطه؟ بازم به حساب برج آینده است. یخه من رسو میدم. سلام سلام داری خانم، بیا زنی داره بایشتر من بری بری اوستا اوستا زری خانم دوش می جابون شد. خری خونده بازم گفت اوستا، گفتم آمیتی بابخشین آقا میتی جان، آقای زری خانم دوش می جابون شد. باز دو مرتبه اومد اینجا چی کار؟ یه وقت خدایی نکرده زنن جماعت توی مغازه دکان من نباشه. ببین سری، همونطوری که بهت قول داده بودم لوژ خانوادگی رو جمع کردم، مشتریام همشون مرد هستن. بیچاره شدیم به خدا. چه گفتی همشون مردن؟ بله همشون. آره دیگه میبینی که بعضی هم یه قدر این مرد نزن کسی پدر توفه چیه واقعا؟ بگر ببینم ایوا چرا نزنی؟ مگه دیوانه شدی خواه؟ ما مردی؟ خب بله، ایوا خاک عالم، پس میخواد توی زن باشم. ایوا خب بله، خاک عالم، پس میخواد توی زن باشم. آقا تو با این ریختی که برای خودت ساختی، من کجا بفهمم تو زن نیستی؟ من از دست شما شکایت میکنم. بشین دیگه، بهت ما کار نداری. خواهد در سرت کنم. زاری بینه چون میگی بارا بابا چهر دارو کنم. آقای زنانی یا مردانه، من از شما معذرت میخوام قربان. بخ بخ سرش بخ جا. بعد دفعه بهت گفتم زن نباید توی مغازه بیاد. بابا این که زن نبود، باز تو مرتبه زده به کله. حالا به بعد اینجور مردم نباید توی مغازه بیام، فهمیدی؟ آره جونم، تو برو خونه بی خودی خودتو عصبانی نکن. برو بابا. عجب گرفتاری شدیم ها، یه هو قاطی میکنه. آخه زن این همه شال چیه به کمر من میبندی؟ عزیز جون آخه میترسم کمر سرما بخوره. ای بابا، راستی افسانه جون دلم خیلی شور میزنه، نکنه بلایی به سر دخترم اومده باشه. شوره نداره، بچه نیست که
میدونی الان دلم چی میخواد؟ نکنه دلت میخواد بخوابی ها؟ میشه ایتون بخواد؟ حوصله خوابیدن ندارم، الان تازه از خواب بیدار شدم. بی خود حوصله نداری، من به حوصلت میارم عزیز جون. زور نگو، نشان نکن، شد تمام ماهی سرمو کندی، بل بکن. باشده شنر خانم. چه خبرتون آقا؟ مثل اینکه هیچ کس نیومده. ببرم این تلفن رو کنم. الو؟ جون امیری نمیشه بچه یه خواهدی رو بگوش این بادره که یاد. الو؟ الو چی بهش کاکو بدی؟ الو فیفی جون تویی؟ آره هوشی جون خودم هم. الو چه خبری؟ خانم تو چقدر دست میزنی؟ بیه بیرون جا نامزده دست میزنی؟ نه سرد اینجا با استودی با نامزده دست میزنی؟ چی چی رو نامزده بارو بارو چند هم ببینم تو گرده منو میگیری دلش ببینم بیایی بقید آزن میشه خواهش کنم یکم یواشتر بریم؟ چه اصلا ریال دارم باز بهش برسم. خب به من چه آقا جون، من جونم رو دوست دارم. ببینم مگه ما جونمون رو دوست نداریم؟ سال سال اگه خیلی ناراحتی پیادشو با یه تاکسی دیگه برو. نه خیر، مثل اینکه همه آدم هایی بس کن دیگه آبدی، کله ما رو خواهد باسه به جلو خواهد آقا میتی زری خانم دیدم به جان شما 70-80 قلم آرایش کرد بود توی تاکسی نشسته بود به جان شما نزدیک بود من این زیر تصادف بگیری لیلا برده بود راست میگه باز نفس افتادی مدد از ما فرار کرد ببوری با این حرف زدنه تو هم که بزنم توی سر کله رو نگه کن یعنی چه؟ مثل اینکه این دختره داره قاطی میکنه معلومه دیگه قربان همه اینا مال قوری جوانیه بقیه ای من باید زودتر هرچی زودتر دلم بدیم برو رو بیندازیم آخه نمیشه باید سال پدر خدا بیامرزش بشه بعد عروسی کنیم بسنیم بریم خونش ببینم چه شده هیچ وقت این موقع نمیمونه یا را بیا برو خودتو با من میچسبانی که ربی پدر مادر پدر پدر جون سلام خانم سلام آقا ببخشید شما کی هستید؟ بنده مصطفی خان دایی افسانه خانم منم هایده دختر آقا خواهش میکنم بفرمایید منتظر شما بودیم پدر پدرجون صدای دخترم مثل این که اومد سب کنی وقتی که بیرون نمیرد سرما میخوری بیروب دو شامل تو بپوش شالت هم ببند پدر آخ قربون اون صداش برم 8 ساله که ندیدمش خوبه خوبه بسه دیگه
سلام علیکم خانم. سلام. ایشون موشن خان برادر افسانه خانم میباشن. بله سلام. سلام علیکم خانم. ایشون هم حسام خان برادر دوم افسانه خانم میباشن. سلام خانم. ایشون هم پرویز خان برادر سوم افسانه خانم میباشن. پدر جونم، دخترم، دختر عزیزم، خدا رو شکر که زنده هستم و دو مرتبه تو رو میبینم. خب دختر جون بگو ببینم راحت اومدی؟ تا فرودگاه بله، اما از فرودگاه تا اینجا پدرم در اومد. خب تلفن میزدی میومدم دنبالت. وای از تلفن که نگه، مثل که تلفن های اینجا جنی شدن. خواستم تلفن بکنم اما همش عوضی میگیره. عیبی نداره دخترم، خب با زنم افسانه خانم آشنا بشه. حالا افی جون بودم، همین که چشمت به دختر دکتر افسانه شدم. ببخشین افی جون. آقایونم بله پدر میدونم، قبلا افتخار آشنایی با آقایونو پیدا کردم. برادر و دایی افی خانم میباشن. راستی پدر، چرا اینقدر مردم حالت عصبی پیدا کردن؟ مثل اینکه اغلب دیوونه شدن. این حرفا چیه دخترم؟ لابد تو به دیوونه هاش برخورد کردی. دیوونه شدم. من دیوونه شدم یا تو که هفت قلم خودتو درست کرده بودی؟ من خودم رو درست کرده بودم؟ الهی دروغگوشه. من اومدی که دست پیش گرفته پس نیفته. ده دفعه بهت گفتم یه اجازه من حق نداری از خونه بری بیرون. اصلا واسه چی باید از تو اجازه بگیرم؟ مگه تو کی هستی؟ کی هستم؟ اولندش ناسلامتی نام زدم هستی. دوبامندش عموی خدا بیامرز موقع مرگش تو رو دست من سپرده. تو حق نداری بی اجازه من از خونه بری بیرون. ولی خالی سه دفعه کلاس نکن. کی از خونه بیرون اومده که اینجوری واسه من قشقره خو انداختی؟ اما شخصی آقا میسی تو کوتابیا، هر دوتون جوون هستین، جوشی هستین، اینا غرور جوونیه. همین که به امید خدا عروسی بکنین دیگه این مدود گر نمیگیرین. آتیشتون خاموش میشه، خاک سرتونم زرد میشه. این دیوونگی ها همش مال غرور جوونیه. دختر بس کن دیگه، حوصله رو سر بردی. اصلا به کلی زده به سرش. از امروز باید طبق نقشه من پیش برین تا ترتیبی بدم که خودش دیوونه بشه. من اونو روونه دیوونه خونش میکنم. خب بعدش چی میشه؟ بعدش هم با خودم رفیقی دارم تو دیوونه خونه که خودش ترتیبش میده. باید هرچه زودتر کلک این دختره رو کند. ببینیم و تعریف کنیم. فعلا که رفته تو اتاق با پدر جونش هنوز چیچی نشده، خلوت کرده. حوصله داشته باش. فقط بازم میگم شماها باید طبق نقشه من پیش برید. خودم از این خونه مرخصش میکنم. معلومه که میرم باستم خونه خودم رو کثیف کنم. را بیافتیم اچه مشکلی هم برای ما دردسر شده بیصحب، وگرنه او صحب ببخشین. آقا میتی ماری امشب با خودش جای این اسماعیل کچل غلم میبرد کافه دی. ای ببری خوشگلی. آره خیال میکنه میتونه از دستم فرار کنه. ای امان زری دیگه نمیدونه که اگه زیر سنگ هم رفته باشه پیداش میکنم. سلام آمیتی کجا؟ گفتم آمیتی کجا؟ ببین زری خانم جان، شطور دیدی ندید؟ اوستا کجاست من نمیدانم. این زهر ما رو اوستا بادم گفتی اوستا؟ ببخشین آقا میتی خفه بشی ایشالله. چشم
بگو بینم آمیتی کجا رفته. زری خانم جان، یک بار گفتم شطور دیدی ندیدی تمام شد. آه پس شطور ندیدی ها؟ نه جانم نه. اینو که میبینی این چیه؟ خب معلومه ده نفته، میریزن توی اجاق بغالی. نه ده نه ده. اینو گرفتم بریزم توی این دکون، یک کبریتم بهش بزنم تا داخل این دکون رو به دل آمیتی و شما بزنم. زری خانم جان دست ما به چدر نمان دیگه نبانی. زری خانم جان آتیش نست. بگو خود بگو کجا رفتی. آتیش نست من شطور دیدم. امیتی پدر منو درمی کبریت دستم آقا. بگو چشم الان میدم آقا میدی کجا بگو چشم بینا دیگه. سلامتی برم اون جایی که درد خم نباشه. دوستونه یواش نه پاسه من پاسه برو شده خیال کرده. اولا زری خانم جان روی تو رو بگیر، بعد همینجا وایسم من برم سر میز آقا میتی بعدش تو بیا. ببین زری خانم جان تو من قول دادی یا قول دادی که شطور دیدی ندیدی؟ اگر با آقا میتی بگویی من تو رو آوردم پوست منه میگه بره خاطرت جمع باشه یاده به جان بایلا الان کافر رو سر تو خراب میکنم. کافر خراب نکن من برم باد خرم. بچه ها مثل اینکه طرف تازه وارده. آره هم چی میگن؟ بریم ببین. با 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 چیه کور شده ها؟ چرا همه تو مایسی زل زدیم منو میکنم؟ برقا اون چشات منو کور کرده بابا. ببینم تو اینجا غریبی. غریبی درد بی درمون غریب. قیافا تمایش کن. برو برو اسما به ترکی مرد بس دی خانه خراب بس عرق مفت میره بردی. حسنی تو اینجا چیکار میکنی؟ اولا کار تمام شد، دوم من چیه من از این اسمال کچنه نیم وجه بیتم تره؟ نه فهمیدم باز به من گفتی چچه بله این همه مو چیه چشت من باز عرق مفت بردی کردن کلوفتی دول کرده بزنم این دوتا موی دانه این خود در بیارم. بابا بس دیگه بشیری مشروبتونو بخوری. نیدارم میگه مچر. بله خب چچل ریغ دیگه نگه کن بخود خنده داره. دیگه بسته میمون الان میزنم حالا هشت جا میارم. زد آره زد باید میان زد معنی میزنی؟ میزنم پیدایتم در دارم ده بگیر بازم زد ده بخور تشم روز رو شم کنیم نزد آخه اجالتم پوست رو دست پیدا زمیه بازم به چت الان آبروی مره میبونه بازم به چت بازم به چت بازم ببینم تری تو اینجا چیکار میکنی؟ خفه میشی یا نه؟ نه بیا از اینجا بری نمیان خفه گیر جنم جن بین میگن مرد نه چه مامه اینه میگن زن من چیه با جنم با من میگن هستنی جلو بیای افره درده درم میبینی ناجست تو گوشه یه زن زد پاش بریم یه خدمتی بهش بکنیم میتونم بیاستی تو بریم اگه خودتم بکشی نمیام. بفرما میمون رسی اینم آخ پله بون رو زن دست بلن میکنی ها. برو خوش میزد بشین به کار با تو کرم کاری نداشته با ببین آی پیرن گلگولی سلح در این دو بذاری رو کولت سر جد میشینی اگه نشینم چی میشه ها میخوام اینم چی بشه الان نشانت میده نشه بده الان آمیتی کله میخوام بفرما 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 نفهمیدم بیمسته ها نامزد منو میزنی؟ چند نفر به یه نفر؟ دلازم دست تو خوشگله لاغ شهست تو
شا میزنی؟ میتونی فتقاق میکنی؟ میتونی تو که دست تو خوب روانی؟ بینم این مطلب هم میدونی؟ تناز و قصده همچین 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 دارجورش به با دلت پر از چین لب 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 چشم قدر خون اینا مال زنه قدر تو داره بود هیکله تک مدت به چک میلی قشنگه همه میگن که وقتی میزنی این پلنگه میگن نیچر که این فلفل فرد زرنگه میگن این در رو اون در میزنه با همه میجنگه به سلامتی قربون دهنه خجانت که شده عوضی امشب تو حال خودم باشم دلاز و عداش مست داره خنده تو لباش مست داره اونی غیر کمبرش مست داره این برون بریش مست داره وای کلا میتی کل پر میدونه نجونم آقا مهدی بباشی آقا مهدی اگه باب روحات بزنی قشنگه ما چشم زیاد بزنی قشنگه بلاد و اشتهاد بزنی قشنگه خلاص با نگاه بزنی قشنگه میخو دکابا بهش بگو نخواه باباتی چنوز و قصده همچین 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 همین دار جورش به با دوست و به پرچین لب و 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 چشم قذر خون یا مال زن قرد تو داره بود چشم قذر خون اینا مال زن قرد تو داره بود لب و 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 چشم قذر خون اینا مال زن قرد تو داره بود بیام اون بالا لباس باشی بیشی زن خشارت بکش برست بده که رفت نمیدم آخه واسه ای چیه ببین آمه درسته که الان من چشم داره آلوال و زیلاس میشه اما اینو به من بگو ببینم ای کافه واسه شما مردا خوبه چرا واسه ما زنا بده بایا اگه عرق خوردم واسه شما مردا خیلی خوبه چرا واسه ما زنا بده ببین این به بعد اگه تو کافه بیای منم میام اگه تو عرق بخوری منم میخورم یه عوض داره گله نداره داشتم میگه چیزی که گله داره عوض میداره زنی خانم راست میگه حرف حق جواب نداره تو خفه شو فیفا در مادر کچل تو کار بزرگتر دخلت نکن ببینم میتی جن فوری معذرت از زنی خانم بخواه کلت کاره بکن حتی و خشبه قشب شدیم خیلی خوب زری خانوم من غلط کردم دیگه از این غلط ها نمی کنم حالا پشو بزنیم به چاک بریم می بینم باری کرده حالا درست باری بزار میخوام خودم مثل بچه آدم را مو بکشم و برم باری کرده اوها 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 پشت سر من جلو عقب هوای من داشته باش خوب نکندی؟ نفهمیدم ایت سلی کرده؟ نه جون تو امیری امشب تو کافه خیلی به ما خوش گذشت یه مشولم عوضی رو حالشون جا بردی جون شما زنم و زندگیمونو پاک بیرید خدا نکن نفهمیدم مگه زندگی تو تو کافه بوده که من بیریخ کنم بنده با شما حرف نمیزنم منم با شما حرف نمیزنم زنمو یه روز میاد دو خونه به هم میزنم ای قربان دهنت اموزن با جرتو هر روز میاد توی مغازه پای هرچی زرمت از مغازه بریده دی نفهمیدم صدای کی بود من نبودم آیه امیتی بود بگو دیجم بگو تو چه نمیزنی ما حرفمونو بزنی میگفتی یه روز میاد توی مغازه اساس ما رو میریزه با هم آره زنمون امشبم اومده و یه کافه رو به هم ریخته آقا میسی درست میشه قرور جوانیه عروسی که کردین خودش خوب میشه چی رو درست میشه اگه ای ریختی باشه عروسی بی عروسی نه
نه تو بگیر اون دست. ای بی عاطفه بی وفا، میخوای زیر قولت بزنی من خیلی خوشمه. تو اسم خود رو من گذاشتی، حالا میخوای زیرش بزنی؟ من پدرم. نه بابا، غوری جوانیه، زده بسرش. الهی که خدا شفاش بده، خدا همه شفا بده. نکن که بی پدر مادر. وای کن بابا حسنه. میگی دختر جون شما ها کسی رو دیدین؟ نه فکر نمی کنم، نکنه های خانم خیالاتی شدن. ها؟ خیالاتی شدن؟ چرا مزخرف میگی؟ آی دختر جون این حرفا رو نزن، ممکنه خواب دیده باشی. تو برو بخواب، برو بی خودی خودتو ناراحت نکن، برو جون. کفلک روز به روز حالش بدتر میشه. حالا چرا اینجا وایستادی؟ کمرت باز بخوره میشه اینجا بری چو چو دختری داره دیوونه. آخ 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 چه دردی گرفت کمر. بکشم از دار، حالا بی بریم بخواب. هر دو روز مجنون خوردنه چه این مجنون برای درست کنم که حذف کنی جیگر. جون من راست میگی، لاهی قربونه اون مجنون درست کردنت برم. خوشت اومد جون. آره عزیزم خوشم اومد، فدات شم. دنگ می کوبم می کوبم تا بشی عالی و
خوش بخوری نترسی، وقتی شب به شب میای نلرزی، بهت میگم دیگه نگیری پیکردت، برای حال باشی ازم نشیدت، برای حال باشی ازم نشیدت. منم یه عمری داد میکنم قربونش برم. افسان خانم، هیچ معلوم هست چی داری به خورده پدرم میدی؟ خب معلومه دیگه، معجون. معجون؟ آره؟ آره دختر جون، معجون. اونم چه معجونی، تو عقلت نمیرسه، اینا واسه کمردرد آدم خوبه. پدر جون این چیزا برای شما خوب نیست، فشار خونتون بالا میره. افسان خانم، مگه شما دشمن پدر من هستی؟ ای خاک عالم، من دشمن شوهرم هستم؟ من عاشق اون هستم. دختر حرف بی خودی نزن. حالا سر صبحی لباس پوشیدی کجا بری؟ میخوام برم بیرون صبحونه بخورم. به هیچ کس هم مربوط نیست. دختر کجا؟ مگه تو خونه خودمون صبحونه پیدا نمیشه؟ مثل اینکه روز به روز کلش خرابتر میشه. ببینه فی جون، تو برو به هوشنگ داداشت بگو بره دنبالش مواظبش باشه. اونو به چشم جونی. صلوات جلیل خواهد کنیم. نفهمیدم این ده چی ریختی این خودش در آورده، چه کلکی تو کارشه؟ ای اوسا ببخشین آقا میتی، یه نگاه ببین طرف خودش چه شکلی در آورده. شرف فرنگه، آدم فرنگه. نافهمیدم این چه ریختیه؟ اینجا اومدی چی کار دختر؟ مؤدب باشین آقا، من اومدم کله پاچه بکنم. گفتم این چه ریختیه برای خودت درست کردی؟ شما چه مربوطه آقا؟ چی؟ آقا اوسمیتی به نظرم این یارو قاطی کرده، من فکر میکنم گوری جوانیه. خوش را تا بکش برای خونه تا بیام ترتیبمو باهات روشن کنم. حالا دیگه واسه من غیر و فر درست میکنی؟ آقا مگه شما حرف زدن بلد نیستی؟ بیا کجا که زن جمع دق نداره تو دکونه ما بیا. زبون میخواستم. زبون بی زبون، من نمینه آقا مهدی گرفت داریده. چی؟ مگه شما منو میشنسی؟ چرا؟ ولی ایشون پروانه آزاد دارن. راست میگی؟ تفلکی زری دلشو به کی خوش کرده؟ به شما هیچ مربوطی نیست. بی بی زری چی میگه؟ زری دیگه چی آقا، مگه دیوونه شدی؟ لا اله الا الله، بابا خودتو به خریت نزن. خجالت بکش احمق. چی شد؟ خوش میگی؟ خوش که میگم چی پدرم درد گرم. بابا درد خوش نبا میدم، منو میزنی پا بیدی؟ درد چی احمق، منو میزنی پا بیدی؟ درد میزنی آبه چی خجالت گرم بابا. بابا بیا برا کنر با تو چی مربوط تو چی داری نامزد شهل دیوانه تو سرش که کدوم خریه برم آقا میگی شادی سر دفع بریمش دکتر بیتری هست بابا خدا منو مرد بیا خانم نامزد من احمقم نیستم. بلم کنیم.
چی شده جانم؟ تو چون ایشون زری خانم نام زده منه زده به کلش دارش خیلی خرابه بله دکتر کله کله بله آقا دکتر کلش خرابه بفرمایید بیرون تشریف داشته باشه بیرون خواهش میکنم بفرمایید جانم بفرمایید بیرون یعنی شما جانم بفرمایید بیرون لطفا تحمل کنید دکتر فرمایشی نه آقایون بیرون تشریف داشته باشم دکتر خواهش میکنم بشینید شما ها ناراحت نباشین خیالتون راحت باشه دکتر من معجزه میکنه آقای دکتر معجزه میکنه آقا مهدی من بیام پلیتو معجزه رو ببینیم و تماشا کنیم الله اکبر این که هاکی میمونه اوزه آقا مهدی اینجا نگاه اوه حسن این دست بهش نزنیم از عشق آغازی اینجوری شده مدز بگیره خب دختر خوشگل من شما چهتون شده؟ والا راستش هیچ ناراحت نباشین خیلی زود خوب میشین بله نفهمیدم یعنی شما فکر میکنید من دیوونه نه زود آخر بعد جوری گرفتار شدم دکتر به خدا من دیوونه نیستم میدونم به جون خودت آبی اگه دروغ بگم با این چشای خودم دیدم بردنش تیمارستان فکر کردن اون دیوونه شده منم حسابی خودم زدم به کوچه علیجر آخه چه جوری والا نمیدونم اون تو دکونه کله پزی محلمون چیکار کرده بود که همه فکر کردن دیوونه شد دیوونه؟ آره اگه ببرنش تیمارستان ترتیب میدم که همه تون کیف کنیم و اگه دوباره برگشت خونه تو باید به کلی هاشا کنی فهمیدی؟ خاطر جمع برم دکتر جون صد دفعه گفتم من مریض نیستم من دیوونه نیستم فقط اعصابم یه کمی خرابه بله بله میدونم خواهش میکنم شما درست میگید شما دیوونه نیستید ولی اگه اعصابتونم آروم باشه به این ضربه عکس العمل نشون نخواهید داد آروم جانم آروم یه خورده یواشتر آروم چیزی نیست جانم چیزی نیست بذاریم معاینتون کنم چیزی نیست دکتر جون من دیوونه نیستم بله میدونم شما فقط اعصابتون خرابه چیز مهم خانم چون بذاریم بریم تو میترسم بقیه سر دکتر بیاره دکتر دستشو روونه دیوونه ای رو که مثل سگ هار باشه تکون بخور یا اینه بقیه رو هم میکنه خانم بذاریم بریم تو همه که دکتر بکنه دکتر من معجزه میکنه صبر داشته باشی اکسل عمل شما یه کمی شدید خواهد من دیوونه نیستم دکتر بله شما دیوونه نیستین خب گفتین نامزد این مرد چه مدعی نامزد شماست نیستین درسته؟ نه 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 خب یک مرتبه نه کافیه شما از کودکی خودتون چیزی به یاد نمیارین؟ چرا؟ جامو خیس میکردم خیس میکردین؟ خب بعدش که ببینم دکتر نکن شما خدای نکرده بالاخونه رو اجاره دادین ها؟ بالاخونه آره طبقه بالا رو بله بالاخونه لطفا بفرمایین اولین حادثه ای که از کودکیتون به یاد میارین چی چیه؟ آی خدا ببینین دکتر من فقط یادم وقتی که کوچیک بودم مادر خدا بیامرز وقتی خدا بیامرز؟ مادرتون مرده؟ شما چند سالتون بود؟ بس دیگه دکتر خفم کردی بای مردتا خفه کرده پرر پشت بریدی بابا داره خفهش میکنه بزه بریم تو راحت باشه بزنین دکتر همش داره میگه خیال راحت باشه پدر مرده که دره برده خفه خفه کرده مرده که خیالتون راحت باشه اینا رو میبینید همشون دیدونه های خطرناک و زنجیری بودن ولی الان همشون سر حال اومدن گفتن که دکتر من معجزه میکنه اشتباه نمی‌کنی کابرا خانم؟ ننه جون تو با چشمای خودم دیدم. بازنه تو دکون سر یه میز نشسته بود و دل داده بود و قلبه گرفته بود. اون شاگرد ذلیل مرده‌شم جلو منو گرفت نذاش برم تو دکون مرچشو بگیرم. پدرشو در میارم، کورش می‌کنم. حالا دیگه نم کرده زیر سر گذاشته، مگه نبینمش بی وفا رو. ببین دکتر. از صد ساله با این چکش مفصل منو خورد کردی. اینقدر از کوچیکی و بچگی و میونسالی حرف زدی که دل و رودم و بالا آوردی دختر خوشگل من داشتیم دوستانه با هم حرف میزنیم به نظرم جنگ شروع کجا؟
خانم چون بزار بریم تو دستم به دامن یه کاری دست داره تو بابا بره تو بابا بده بره من که نمزه 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 میگه داره نرمش میکنه بابا داره پدرش رو در میاره قربان خانم تو بذار بریم تو رو آبتی چون یه کاری بکن ساکت شدن نگفتم آرومش کرد میدونستم دکتر معجزه میکنه حالا بفرمایید تو بریم ای امان پس دکتر کجا مثل اینکه زیل آمده لعنتی ها که از ترس نسیبو سگده بکنم چیه؟ این چی میگم زیر میزاره بگر شاد دکتر رو کنم خشم شش وحشت میشه قلب من داره تلف و چلوب میکنم با مرگ اسمالی با پر کلا پچه رو بگیر بودو یلا دکتر باید کرده جنازه رو نگاه کن آی عبجی عبجی بیا معجزه انجام شد تو من شک کن بی خودی اونجا قایم نشیم بیان جلو سر جنازه رو بگیر آقای دکتر چی شد آقای دکتر آقای دکتر مرغ از قفس پرید معجزه انجام شد او یه دیوونه خطرناکه زنجیریه از اون پنجره فرار کرده فرار تکلیف ما چی آقای دکتر باید تو دست به جنایت نظره بیارنش تیمارستان الان میره توی محل قتل غلط مواظب باشین تحریکش نکنید هرچی گفت بگید صحیح میفرمایید لبخند فراموش نکنید لبخند دیوونه ها احمقا کجا رفتید بیاید بیرون شما ها دارید دستی من رو دیوونه هم میکنید نفهمیدم هایده خانم چرا تو گوش من میزنیم چطور من شما رو نمیشناسم ای بی نداره بزار بزنه بزار عقده دلشو خالی کنه بابا جون ببینم حالا که منو میشناسی ها خب معلومه راست میگی باید ببریمش دکتر مثل اینکه داره دیوونه میشه خدا شفاش بده آقا میتی جان یواش اگر زری بخواد حمله بکنه دم من یکی پس افتاده حسن ایش میترسن به ترسن قربان اون ننه تو باری بزن سرش من خیانت میکنم یک پدری ازش در بیارم که حال حالا یادش داره میتی جان دکتر گفت تو فقط لبخند فراموش نکن تو لبخند که میتوانی بزنی جان حرف نزن خودم درستم رو خونم ای بخواه دنبال زری میگردی؟ آره زنمو زری کجاست؟ تو اتاقشه نمیدونم چی شده بد جوری عصبانیه رفته تو اتاقشو بیرون نمیاد من میدم
جنم چشه اموزن همه این هم غوری جوانیه. بچه من میرم تو اتاقش، شما ها اینجا مواظب باشید. نه آقا مکی، تو جوشی هستی، بذار حسنی بره اونو بیاره بیرون. من راست من برم. آره تو برو. بالده اینجور جه ها فقط من باشید. آره تو باش. برو دارم میرم. برو دیگه برو برو حسنی مواظب باش، لبخند و فراموش نکنی. آن لبخند سلام بخدا. سلام و زهر مرد. میشه ناکه اینجوری به من نگاه میکنی؟ یعنی جم بزنگ برم بیرون پدر اسماعیل دارم. خوارش بارش شد. چی بارش شد؟ نمیدونم. بارش شد. بارش شد. پردش بارش شد. چی؟ چی بارش شد؟ پرده گوشم بارش شد. آمیتی بیم پرده گوشم بارش شد. نه بابا چیزی نیست. همینجا چپ و رسته توی پرده شما خواهم. بهتر بهتر اوزه دلش خالی کرد. بهتر بهتر. یک پدر یه سو در بیارم که الان مثل برون نرم کردم با خودم. با مرگ تو اسماعیل برو برشتر بیار. آره برو 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 من درست نه ترس بیبی فقط لبخن یادت نره. گاله رو با گاله پدر یه سدر بیارم که تا عمر داری یادت نره. سلام سلام لبخند لبخند یا چلو ببینم ناکسه سر این مرده. حالا دیگه اینقدر روز زیاد شده که تو دکون چلوی کبرا خانم رو میگیری. آره جان اغده این دلشه داره خالی میکنه محکم با کسپن اسماعیل پوشکلوم سری خانم جون لبخند دکتر گفته لبخند رو فراموش نکنم. بله لبخند تو سرت بخوره احادی بهتر بهتر حسنی نکنه اصبار در با داغون کنه. نراحت نباش اون داره اغده دلش خالی میکنه. دکتر گفت برای اون خوبه. خالی خالی کرد خالی کرد پدرم رو در آبون چی رو خالی کرده؟ هیچی افت خانم جون با لبخند زد تو سرم. میدونستم نرمیشه. حالا خودت برو آمین جی برو. بچه من رفتم شما همینجا مواظب باشید. بیلیرم برر تو برو کاری نباشه فقط لبخند یادت نره. لبخند ملی سلام حالت خوبه؟ خبو کردم سلام و درده بیدرمون. تو هم داری میخندی؟ همه خود گرده کنم. ببین ببین زرشون اگه میخواد بگو که گرده کنم. بایدم گریه کنی. اگه گریه نکنی چه خاکی به سرت بریزی. بیاسته ایدادی بیداد بنده خدا آقا میتی تو خاک آلم اینا چشونه؟ ای بی نداره دست دفع کشت کدو مسمایی. همه اینا غرور جوانی امو زنجن وقتی عروسی بکنن کلا کنده میشه. خب بله خستی خودم همین روزه ترتیب عروسیشون رو میدونم. بابا جان یه فکری بکنی یه چاره ای بیاری وقتش دست بی پدر مادر حسنش بکنی روی مغز طبعی بادم. امو زنجان دوای غرور جوانی فقط عروسی. عروسی تمام بشه. بله دورت بکن از این خونه برو بیرون. ببین زری چون بذار منم دو کلمه حرف بزنم. خب بشو دیگه نمیخوام حرف بزنی. حالا که تو نمیدی من خودم کجا آشما حرف بزنم. من با این خائن هرزه بیاتفه دمدمی مزاج فریب کاری حق باز فاسد و اخلاق ازدواج نمی کنم. هیچ معلوم هست با چی هستی؟ با این چشت در اومده؟ منو بی کسانم و شما ناراحت نباشی با منه. درست همو زنگن زری خانم راست میگه بکنه. بله چه جوره زنمو حق با زریه. آره ننه خود کور شدهش بهتر میدونه. حالا دیگه واسه من فاسق میگیره. دختر مگه زده به کلت آخه ننه
تو هم طرفداری از این نکبتی میکنی؟ خیلی خوب، حالا از این خونه میری بیرون یا نه؟ نه، هر جان بری دنبالت میام. اگه قدم دنبال قدم من بذاری وسط محله رسوایی به پا میکنم که اون سرش نپیدا. زنه باشه از داریم همراه مزیده بیاییم کجا میدونی؟ داری بابا بده برد، من اینقدر کوچک بودم که بد کرده مخباره. یک پدری از هشتر بیارم که خودم. مگه کوری؟ کور پدرته؟ به من میگی کور؟ چی کار میکنی مگه زده؟ به سر بابا زنی خام میدونم. سلام کبر خانم. سلام. یک پدری از آقا میتی در آوردم که حذف کنه. خوب کردی، حقش بود. به مرد این دوره زمونه نبز رو داد. ببین کبر خانم جون، من اومدم خونه تو بمونم، میخوام هیچ کیم بو نبری تا ببینم آقا میتی وقتی فکر کنه من گم و گور شدم چیکار میکنه. میتونم خونه تو بمونم؟ این حرفا چیه میزنی زری جون؟ اینجا مثل خونه خودت میمونه، تو هر وقت دلت خواست بمون. وای الهی قربون شکلت. ببین آمیتی جون، چاره این کار فقط عروسیه، باید زودتر راش بندازیم. غرور جوونی زده به کلش، هیچ بکش نفا خودش بر میگرد. با نظرم به این غروری جوانی است. ولی ربیا ربیا نکده نیستم بایی، همش تقصیر این بیپادر قادره. خوب نگاش کن، درست بشناسه. خیلی خوب. بریم ببینم صدیق شون تو بازم منو دوست داری؟ چرا ندارم افید جنم، چرا ندارم؟ آخه مگه میشه آدم تو رو دوست نداشته باشه عزیزم؟ وای دندونم کلید شد. جواهری حرفا تموم شد، خیالت راحت باشه. من توی تیمارستان ترتیب کارو دادم، فقط کافیه بفرستنشون تو. بچه‌م یادت نره فوری بچه‌ها بفرست اونجا تا کلک کارو بگیرن. قربون تو. خب بچه‌ها باید از نزدیکی‌های صبح مشغول شین. فوراً ببرینش تیمارستانی، جایی خیلی خطرناک شده. دور خدا جلوشو بگیرین، خودش نمیفهمه میخواد چند نفره بکشه. بگیرین من دیوونه نیستم، به خدا دیوونه شما دوست دارم خیلی. بفرمایید. ببخشید آقای دکتر. سلام علیکم. سلام جناب. آقای دکتر، ایشون قصابی هستن که گوشت تیمارستانو میدن. خواهش میکنم. ببینین آقا، من چند دفعه تذکر دادم گوشتی که برای تیمارستان میارین کم چربی باشه جناب. آقا، منو کجا میبرین؟ ولم کنی، من دیوونه نیستم. آقای دکتر، خدا من دیوونه نیستم. آقای دکتر، بله بله. میدونم ایشون دیوونه نیستن. من بهتر از هر کس میدونم که ایشون دیوونه نیستن. میدونم ایشون اصلا دیوونه نیستن. فقط علاقه عجیب میشه کسانو بزن دارن. من مطمئنم که این خانم هیچ چیز نیست جناب، هیچ چیز نیست. اصلا شما بی خود ناراحتی. این خانم چیزش نیست. من کاملا سلامت هستم دکتر. بله. شما کاملا سلامت هستی. من مطمئنم خانم.
این مادمازل کاملا سلامت هستن. الان مرتضی میکنم. ایشونو بی خود آوردن اینجا. از اینجا ببرنش. ببرنش. خدا آوردن اینجا. خدا مغزم داره سوت میکشه. الحمدلله این دفعه به خیر بوده. دم کنین آقا. بگیرینش. نمیتونی از دست ما فرار کنی. عرض میخوام آقای دکتر. دیوانه خطرناکیه. ایشون نامزد آمتی کلفه‌ست هستن. نمیدونم جانم نمیدونم. فقط میدونم خیلی دیوانه است. چرا آقای دکتر خودشه. طفلک آمتی. نگاه کن این دستش به اون دستش میگویه چه بیرفتاری شدیم یه بجمده بی بو بی خاصیت بی بخار صدای مشتری در آمده آخه بابا بردم دیواره یه قدر تعمل لشته و شما ها به دنیا آمدیم اگه اوسا ببخشید آقا میتی جان قربان تو برم آخه کار هر گاب نیست کار من خوبیدن به من میگی گاب گاه پدرته خفه میشی یا با همین بازم توی ملاجت اما حیف این آقا مرسی این که نشد کار چرا زانوی قم بغل کردی پاشو دنبالش بیاد تو این 24 ساعته به مرگ شما همه جا رو دنبالش گشتم اما مثل این که آب بلا تو فرو رفته شاکرم کن شاکرم بفرم خوش اومدی بفرمی امروز صبح رفتم تیمارستان پول گوشتم رو بگیرم تفلکی زری خانم نامزد تو آورده بودن اونجا چی میگی حسن آقا؟ دونه شما زری رو آورده بودن تیمارستان؟ گفتم نمیشه آقا بی خودی خودتون خسته نکنین روز ملاقات چهارشنبه است بریم دو روز دیگه بیاییم بابا بریم اینه الله اکبر عجب گرفتاری شدیم و میگم نامزدمه آوردنش اینجا میخوام ببینمش میفهمی یا نه؟ آقایم خواهش میکنم تشریف ببرین حوصله ندارم آقا بی خودی هم خودتونو معطل نکنین راتونو بکشین بریم اینه ای نکردم اوستم میتی تشریف بیارم اینجا باید ما کرده بیا جنم عرضم به حضور عزت مصطفی علی یک فکر بکری به مغز من رسیدی که میخوام بگویم اول اینکه باید خودمانو بزنیم به دیوانگی بله چه جوری؟ آها اول کاری که میکنیم میزنیم این سوت کچل میزنیم داغم میکنیم بعد میریم توی کلانتری بله بله توی کلانتری هم خودمانو میزنیم به دیوانگی دی آها بی بخار آدم ها؟ اینا که فرار کردن باشد اونا رفتن هستن نقشه کش اینجاست وای نکنم چین چینو با چین تو مرا دیوانه کردی دل تو مرا بیچاره کردی دل ایوا خدا نکنه خدا جون شکرت اگه بخت من رو دیر وا کردی عوضش خوب وا کردی آره تو ببینی خوب ببینم شما ها ستایی تو خواستار من نه یک دوسته تایی دیگرم توی را هستن خوشن بگو بیا دوتا تو را آب خفه شدن اسماعیل زهیرو موندی که آمده قربان تو برن من هم عاشق و دل شکستم بیاین ببینم این چند روزه کجا بودی همین جاره بابا مثل این که طرف از ما دیوانه تره بسرین بریم تو کنم چه خبرت آقا جو من نمیدونم راه بنده مثل این که حال خوش داری ها حال خود پدره داره چه سرم چه سرم خیلی را که من بیشتی نمیکشه
ما آقایون چرا بسم خیام به اعلان شدیم پاشو بزنیم بجا نه یا جلو با ماشین های آخر سیستم هستیم البته بدون دود و بدون صدا بدون مصرف غذایی قرمز که زبون خوش سرشون نمیشه بله معشره شده تو دیر تا شاید برو پنچره خودم بگم همینه برو کنم من رفتم پلیس خبر کنم. ای داده بیدار، مثل اینکه آمدی زده به سرش. تا اینجای کار که من شما رو باید دیوونه کنم با من بود. بهترین فرصت هم همین امشب. خیالت راحت باشه شنگی کار. آمدی، 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 آقا میتی اسمایل شغل میاد من میترسم آخره میگم نکنی دیوارای وقت ما رو بخورن اسمایل جهنم منه تو ایفی ما نه حسنی خیالت راحت باشه تو این دور سبونه آدم های آقل از دیوونه خیلی خطر اگر دارن. خوردن با من بخورن خیلی خوب حالا بچه ها بگردیم زمین رو پیدا کنیم بگردیم 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 آقا جان، جناب علی ممکنه بگی بیماری به نام زری نمیشناسی؟ خدا رحمتش کنه. زری رو میگی؟ نه افراسیابو میگم. رباب ما دیگه دیوانه ما چه دیوانه که هست. بیا سیگار بزن روشن شو. بزن جان. عزیزم جانم سباشه آده داشت شما زری رو میشناسیم زری رو عزیزم جانم عزیزم خدا شفا بده عزیزم من دروانه میکنم دروانه میکنم چه آب ریزی میخونیم بری کلا گندش ای داد بیداد گندش در اومد ای بچه ها دیونه دروانه مواده باشی نخواهی هر بخورن اسماعیل جهنم منه تو ایفی ما نه حسنی خیالت راحت باشه تو این دور سبونه آدم های آقل از دیبونه خیلی خطر اگر خوردن به من بخورن خیلی خوب حالا بچه ها بگردیم زنی رو پیدا کنیم بگردیم بگردیم آقا جان جناب علی ممکنه بگی بیماری به نام زری نمیشناسی خدا رحمتش کنه زری رو میگی نه افراسیابو میگم رباب ما دیگه دیوانه ما چه دیوانه که هست بیا سیگار بزن روشن شو بزن جان عزیزم جانم شما زری رو میشناسی زری رو عزیزم جانم عزیزم خدا شفا رو عزیزم من دروانه میکنم دروانه میکنم چه آب ریزی میخونیم بری کلا گندش ای داد بیداد گندش در اومد ای بچه ها دیونه دروانه مواده باشی نخواهی مثل این که ما خیلی با هم دوست هستیم اینم دلیلش برگوشو به خیر گذشت لای دا لای دا دیلی دا لای دا داخ داخ باشید ای ویالون چی چیرو ویالون رو وارو گرفتی جن ساکت باش احمق بیشور آهنگ مرا خراب کردی اصلا شما انسان های خاکی معرفت شنیدن آهنگ های مرا ندارید داشتم برای جشن امشب آهنگ می ساختم خواستمستر احمق دیوانه دیوانه منم یه تو مچول احمق بیموخ یه سیگاری بگیر نمیدم الان آهنگی تو پخش میکنم ای لعنتی ها آهنگ ببینم داداش این چیه داری میکاری؟ درخت ماشینی که؟ درخت ماشینی چیه؟ مگه خبر ندادی؟ دنجاو که ماشینی شدی؟ منم یه درخت ماشینی برای جشن امشب درست کردم خب ببینم داداش میوهش چیه؟ معلومه چیه؟ توت باشوی توته الله اکبر عجب دیوونه‌ای هستن خب ببینم داداش تو از دیوونه‌ای به نام زری خبر نداری؟ برو پیکار احمق مگه خبر نداری امشب ما شب نشینی دادی؟ خب داری تو داری؟ اخ بابا جینا ای بی عاطفه منو بگو که خیال میکردم اگه یه روز منو نبینه دیوونه میشی
کوبرا خانم خبری ازش برام نیاورد. زری! خدا منو بکشه زری جون. آمیتی چی شده؟ زنگ گرفته؟ کوی زنگ گرفته بود. پس چی شده؟ شهر درست کرده بردنش زندون؟ کوی زندونی شده بود تفلکی. پس چی شده کوبرا خانم؟ چرا نهی سرش اومده؟ الان پس میافتم. تفلکی از فراغه تو دیوونه شده، بردنش دیوونه خونه. رفتم در دیوونه سراغشو بگیرم، این خبر رو به هم دادم. آی خدا مرگم بده. دیدی چه غلطی کردم؟ حالا جواب ننمو چی بدم؟ الان کجا برم سراغش؟ الان که شب زری جون، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بذار صبح برو سراغش. من جب دیوونگی کردم. آ Thank you.
هیچی همون جونت که همه چی واسه ما عزیز سره. نه مردا بیارین حاضره. بلم کنین بلم کنین قاتلا صدا تو ببار. نظرم صدا علیه بود پس منم اصلی را بیافتیم آقا پس بیدی جانم تو فقاتلم بلم کنی حالا صدا تو میبارم یالا بلش کنی دیمونه های بیمعرفت بیمعرفت بفرما 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 علی نرشی ببونیم کله این از صف و پوستش رو ما جسنیم بچه ها شما این رو تنافیج کنیم بعدم بیای خونه من دلیل رو میبرم فهمیدیم خیلی خب برو خیلی همه چی میکشیم خدا من سر علم کم پیش میکنیم من زری جون کجا داری میری؟ ببین آقا جون به خدا من زری نیستم دیوونم نیستم. درست تو زری نیستی دیوونم نیستی اما بیا با هم بگی فرار کنی آمرد کل تو زمانی یا جانی تصور کن تو بس زمانی خولم مشغولم بس زلیل مرده شو چه معلومه این دوریزه کجا رفتیدی؟ من همه کرونه زیر پا گذاشتم آبروم تو محر را هایت زلم و جون شبیه سر و صدا نکن من زلیل رو میبرم میخوابونم جریان و حسن و اسفان برا تعریف میکنم برو بابا جا برو بابا جا برو بابا جا برو بابا بگی ببینم چه اتفاقی افتاده بود این لباسا چیه تنتون کردی من می‌خواستم بگم افت خانم بشو بی پدر مادر حرف نزنه خشن تو بگی افت خانم جریان از این قراره روی جوانی زده به کلی زری خانم اینو برده بودن اونجا توی دیوانه خانه برای این دست میکنم بردازی برای من که نمیذارم حرف بزنم صبر کن ببینم چی باقیده من باید هرچی زودتر ترتیب عروسی رو بدید و اینم اونجا بیخ بیدن بردم از تو اتاقش ببین زنمو ما باید هفتاره شده فردا ترتیب عروسی رو بدید باشه من که از خدا میخوام این شبرم هر کدوم از ما مواظبه یکی از درهای اتاقش هستیم که تو باید فرار من دم در اتاق برودی میخوام بریم بنا عجب گرفتاری شد از دیوونه خونه در رفتم گیر سه تا دیوونه دیگه افتاد گرفتم تو دروردی من ریختی به هم؟ چرا نیسو شب راه افتادی؟ معذرت میخوام من عادت دارم تو خواب راه برم کلک بی کلک برو کلک این شب جگر روی دندم بیزر برو دیجن برو برو قربان برو پیشر نگر بودو جن خدای خودم به تو سپردم والا به خدا دختر نصف شبی کجا میخوا بریم؟ شما چرا اینجا خوابیدی؟ من خوابیدم این موضوعم که نصف شبی کسی نیاد من شما رو خفه کنه برو بیدی بخواب برو اگر نکنه جن دیده باشم برو بیا بیرون من اینجا دیدی ببین زری امشبرم با ما مدارا کن ببین جوان تو
تو آدم خوبی به نظر میدی. به خدا من زری نامزد تو نیستم. متوجهم. حق داری از دست من عصبانی باشی. اما درست میشه. ایشالا فردا که با هم عروسی کردیم و آبا از آسیاب افتاد، تو باز همون زری مهربون من میشی. همون زری که دوستم داشتی. بازم شبای جمعه با هم میریم شابدلزین، با هم میریم سینما. حالا برو بگی بخواب. جون آمنتیت برو بگی بخواب. الله اکبر. نامزد آقا مهدی تو هم. دختر تو کجا گذاشتی رفتی که نامزدت منو جای تو عوضی بگیره؟ نمیدونم کی هستی، نمیدونم کجا هستی، اما میدونم که این آقا مهدی نامزد تو رو خیلی دوست داره. خوش به حالت. دلم میخواست بگم کاش که من جای تو بودم. جونی امشب چته؟ چرا نمیگیری بخوابی؟ دلم برای دخترم شور میزنه. خیالت راحت باشه، اون تحت مراقبت کامل پزشکیه. فردا صبح میرم تیمارستان ببینمش. دیگه طاقتم تموم شده. اگه ناراحت باشه میارمش خونه. خیلی خوب، حالا بیا بگیر بخواب شونی. بیا چشم. مثل اینکه غیب میگی دکتر. خودم میدونم. من اومدم خواهش کنم که زود ببرینش، ببرینش. خاکتون سرتون بکنن. آخه بیارزا چطوری فرار کرد؟ امروز باباش رفته تیمارستان، گندش بالا میاد. تقصیر ما نبود. داشتیم کارو تمام میکردیم که یهو سر کله اون کله پز و رفقاش پیدا شد و اونو فراری دادن. گفتی کله پز؟ مثل اینکه کاسه زیر نیم کاسه است. ببینم دکنونو بلدین؟ آره. فوری برین اونجا و سرگوشی آب بدین ببینین چی شده. بریم. به نظر من با بردن دخترتون از اینجا مسئولیت خطرناکی رو به عهده میگیری. چاره ای ندارم دکتر، دلم براش تنگ میشه. بابا چی از جون من میخوای؟ والا بلا من دیوونه ایستم. دختر عزیزم، من نامزد آمیتیم. دختر عزیزم برو کنار. عمو مگه عقلتو گم کردی؟ منو نمیشناسی؟ یا ماما ماچم کن. برو پیر مرد، خدا روزی تو جایی دیگه حواله کنه. مثل که زبون خوش سرش نمیشه. ها سر به سرش نداری، خواهش میکنم سر به سرش نداری. هر کاری میکنین لبخند توش باشه، میخورین تحریکش نکنین. منو تحریک نکنه؟ هفته تا اون گنده تراش هم نمیتونن منو تحریک کنن. من نامزد آمیتی هم. شیره مرد حافظون خیلی شکمم. آقای دکتر، اینجا دخترم حالش خیلی بدتر شده. وقتی اینجا نیاورده بودنش منو میشناخت. میدونست باباش هستم. حالا به کلی منکر همه چی شده. میگه من نامزد آقا میتی هم. باید ببریمش خونه. باید زیر نظر خودم معالجه بکنم. به نام خدا. در ظل توجهات ولی عصر امام زمان علیه السلام، آقا مهدی کله‌پز از ساعت 4 بعد از ظهر مجلس جشن عقد و ازدواج دارد. مغازه تعطیل، دوستان و آشنایان قدم بر چشم دارن تشریف بیاورند. امضا آقا مهدی کله‌پز. مثل اینکه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. عروسی آقا مهدی. فهمیدم. عروسی بی عروسی. ببین آقا مهدی، تو مرد خوبی هستی، هر کی زن تو بشه خوشبخت میشه، اما به خدا من زری نیستم، من عوضی گرفتی. بی بی زری جون، تو بله رو بگو، وقتی دست به دستمون بدن همه چی یادت میاد. ببینم عروس خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای مهدی فرزند مرتضی قلی در بیاورم؟ دایی جان، مثل این که بله رو گفته. تو خفشو بی پدر مادر حرف نزن. آجان مثل این که عوضی یه دفعه سه دفعه گفت. من که چیزی نشنیدم. برو برو کرگوش میشه. تو
بله رو بگو، اونوی منو بالا نیا. شنیدی زنم بود چی گفت؟ زره جون بله رو بگو. خدا آقا مهدی، من اصلا ننه ندارم. خب ننه ندارم، زره نورده را خود پاس مرد. زنم بود، این خودی سر صدا در نیا. زره گفتم بله رو بگو دیگه. باست می نرده بیا بیا ای دل من، بیا بیا تاج سر من. خدا آقا مهدی کار داریم بفرمین برین تو. بله خواه بفرمین شما آقا بفرمون بشینیم ما هم الان میاد. بفرمین تو نمکی بیا خدا اگه این دفعه بله رو نگیا با این انگوشتمون دو تا کشتو داریم. برای دفعون این بار میپرسم آیا مخدرم، آیا شما حاضرید به عقد آقای مهدی در بیاید؟ باریکلا قربان تو برم فوری گفت تو هم زود باش بنویس معطل نکن ببینم. نه خیر، این عروس خانو خیلی ناز دارد، مثل اینکه خیال گفتن بله را ندارد. آرا بابا اون بله گفت مهر شده فره شنیدیم دیگه قربان تو بیمه خفه شده بی پدر. زری خانم، خانم تو به خدا من زری نیستم، چون دیگه دارم از دست تو دیوونه میشم. با خود چه پدر او یه دیوونه از دیوونه خونه فرار کرده، خیلی هم خطرناکه. نمیفهمم شما دیگه گل خودم باقی هستیم بی پدر و مادر ها اینجا بزنیم چه از بایدا بایدا چی؟ بایدا ای مانا امیجی بله کلی میخواد بفرما بفرما عجب که به کاری یه مشتی بونه شدم. اینا چی میخوان از جون من؟ ببینین شماها رو برای این استخدام کردم که هیچ کس مزاحم دخترم نشه، فهمیدین؟ بله ما وظیفه خودمون رو خوب میدونیم، راحت باشید. حالا بشینین ولی بافتنی نبافید. آفرین. رفت تو اتاق خودش. تو خیالت راحت باشه، کاری رو که بچه ها نتونستم تو دیوونه خونه انجام بدن ترتیب میدم که تو این خونه انجام بشه. ببینم تو کلید اتاق بغلی هایده رو داری؟ گیرش میارم. پس معطل نکن، برو برد بیار دیگه. داری تو باشه. سلام عرض می کنم. سلام آقا فرمایش. ریختش رو ایچ بیری دایی دخترم. ببینم بیمار فتا، آخه شما از جون من چی میخواد؟ چیزی که نشد. آه نه، نذاری فرار کنی، بریم دنبالش. خیالت راحت باشه، راه فرار نداره، همینجا خودت قایم کرده.
چیه عزیزم منم بابا چرا از اتاقت اومدی بیرون ها؟ دلم خون مرد اونا میخواد منو بکشن. نه ترس عزیزم غلط میکنن من اینجا هستم بیبین بیا دختر بیا. ندیدیش؟ بالاخره گیرش میارم برو تو دختر جون برو تو. پس شما چی کار میکنین؟ چی رو مواظبین؟ رفته بود تو حیات بیشتر مواظب باشین باید. شنیدین؟ بله بشینین ولی نبافین. دختر بیا پایین چرا دیواره مردم میری بالا؟ دختر خانم بیا پایین به علی را بگو خیال ما را راحت کن. بابا نمیشه دفعه نیست گفتم من زری نیستم. ای دفتری توی باقی مردم حالا دقیق چیه؟ اسمایل ها دوله دوله باشی دوله شو دوله شو دیگه تو ای کیپا پر بالا مردم بالا شو دیگه. لا اله الا الله بازم صدای دختره بلند شد. خفش کنیم خفش کنیم. بیشتر فشار بده بیشتر خفش کنیم خفش کنیم. چی رو خفه کنم؟ عروس خانم کجا هستن؟ گیالی بوش بودی با من بل بل بوش مال من. گفتی پدر؟ پس منو میشناسی؟ خدایا سر هزار کور شکر یه بریم خانه و دایی و برادرش میخواد منو بکشن. نه خیر باز حالش خراب شده زد به کلش یا بریم تو اتاق تا دیگه دفعه نکنیم. بحبه عجب عجب جوان شدم والله. آخه پدر ببینید که برو تو اتاق دخترم. من نمیفهمم پس شما اینجا چی کار هست؟ شما درست میگید خانم. شما از کجا فرار میکنید؟ مثل اینکه شما هم دیوونه هستید. دخترم خواهش میکنم برو تو. آخه پدر جون ببینین من آخه که پدر بی پدر برو تو اتاقت ببینم برو. این دفعه دیگه خوب مواظب باشیم و نباف. نش دختر صادق میرزا. آخش خیالم راحت شد بابا. منم زری دختر عفت سادات نامزد آمیتی هم. پس آقا مهدی منو جای تو گرفته بود که میخواست با من عروسی کنه. چی؟ آمیتی غلط کرده بود. ببینم پایین عوضی ها منو جای تو عوضی گرفته بودن میخواستم منو بکشن. نه و تو میکنم ها من تو عوضا میکشم. این صدای آمیتی منه. آره خودشه. معطل نشو بیا از در همون بزن برو دنبالش. الان تو باغه داره کتککاری میکنه. نفهمیدم پدر همش رو در میرم. نه 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 بیا تو دیگه بچه ها بچه ها خوب کشو گوشتونو باز کنیم باز ببینیم اوضاع چه قرار. صدای آب چیه؟ مردو داری نیکه؟ نه مردو من تو رو مثل گاه خوش میکنم تو خیال کردی؟ ای خشل مکل آمد نسمالی با پاش روی اینا رو بگیم. لا الله بینا بچه با آتر نشونه چی کار میکنی آمد بیا من جا واحده کلی لخته خود مطادر خشل من خنیم آدمیم من با کفش لنگی شما بادم. نفهم میدم واتر ها اینجا بیکار نشستیم عجیب از تو بسنه نه 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 ب
بالاشو بینم ناتر بابا کجا بگی؟ زاری جون جونم بچه ها کلام کار نامرد نفس کشتی بود نمیاد به جنگ من آهای نفس کش که میاد به جنگ من مثل اینکه دو مرتبه باید برده شیمارستان آمیتی آقا مهدی آیا حالا میتوانه وعله رو بگیره؟ آره جونم مطلش نکن اینجا چه خبره دخترم آخه تو چته؟ چرا از تو اتاقت اومدی بیرون؟ نفهمیدم آقا چی میفرمایم؟ آقا جون بنده که به شما عرض کردم من دختر شما نیستم دختر شما من اینجا هستم پدر حالم هم خیلی خوبه اون دختر شما نیست اون شکل من دخترم پدر جون ببینم شما ها آمدی من اینجا ما دختر عزیزم پس تو سالمی و دیوونه نیستی؟ نه پدر من سالمم ایفی جون و فک و فامیلش میخواستن من و تو رو از بین ببرن که ثروت تو رو بالا بکشن غلط کردن همشون از این خونه میریزن بیرون خیالت راحت باشه خدایا شکرت داداش جان تو معطل نکن فوری بله رو بگی سر تکلیف گوری جوانی معلوم بشه خب دفترم کجاست دفترم کجاست دفترم گم کردی شما راضی هستید به عقد ازدواج آقا مهدی در بیایید خانم چه ها سفیده نوشه جون کن نه ها به جون صاحب نکو کن کل پاچه خوشمزه تر کجاشه عزت اون میون پاچه هاشه آقا میتی کل پس کل هاش هز داره هست آقا میتی کل پس کل هاش هز داره هست آقا میتی کل پس کل هاش هست داره هست آقا میتی کل پس کل هاش هست داره